دوستان بغنی، عوام فریبی، لاف زدن و دروغ پردازی را بس کن. خالد، حضور نظامیان خارجی در افغانستان ضروری است. ارگ، انتخابات ریاست جمهوری به هر قیمتی که شود برگزار می شود. واکنش سفیر امریکا در پیوند به تخریب پایه‌های لین برق وارداتی کابل و پیشبینی آغاز جنگ داخلی جدید در افغانستان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. آرزومندیم تا پایان ویدیو ما را همراهی نموده و برای حمایت از ما ویدیوهای ما را با دوستانتان شریک سازید. معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان دیروز از رئیس جمهور این کشور به شدت انتقاد کرد. با گزارش اسپوتنیک به نقل از آوا، جنرال عبدالرشید دوست معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در تازه‌ترین اظهاراتش مدعی شد که تیم اشرف غنی برای دوام قدرتش هرچی از دستشان بیاید انجام می‌دهند. دوستم در نشست با اعضای تیم ثبات و همگرایی در جوزجان با انتقاد از اشرف غنی گفت که از دست وای هر آنچه بیاید برای رسیدن به قدرت دریغ نمی‌کند. او افزود از دستش هرچی بیاید برای رسیدن به قدرت انجام می‌دهد. به خاطر دوام قدرتش چه تقلب کند، چه از موقف دولتی و پول بیت المال استفاده کند. معاون ریاست جمهوری افغانستان با بیان این که رئیس جمهور خودش روز چند بار قانون را نقض می کند از او خواسته و عوام فریبی، لاف زدن و دروغ پردازی را بس کند. او همچنان می گوید که دوره حکومت کنونی در اول جوزای سال روان به پایان رسیده است. یادآوری می کنیم که جنرال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی افغانستان در انتخابات گذشته ریاست جمهوری از نامزدی محمد اشرف غنی پشتیبانی کرد و معاونت اول ریاست جمهوری را پذیرفت، اما این بار او از دکتر عبدالله حمایت کرده است. دکتر عبدالله رئیس اجرایی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز رئیس جمهور را با استفاده از امکانات دولتی برای پیشبرد کمپاین های انتخاباتی و تهدید سرمایه گذاران متهم کرده است. ریاست جمهوری اما این همه اتهام ها را رد کرده است. از سوی هم تیم دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی مدعی است که تیم عبدالله به دلیل نداشتن برنامه به اتهام زنی رو آورده و اخلاق مبارزات انتخاباتی را رعایت نمی کنند. خالد، حضور نظامیان خارجی در افغانستان ضروری است. سرپرست وزارت دفاع ملی کشور می گوید که نیروهای خارجی ستون فقرات نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان هستند و در نبود این نیروها نظامیان کشور در جنگ با حراس افغانان با مشکلات روبرو شوند. با گزارش سپوتنیک به نقل از شبکه یک، اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی کشور می گوید با آنکه 90% تمامی عملیات های رسمی به وسیله نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به پیش برده می شود، اما این نظامیان هنوز به پشتیبانی هوایی نیروهای خارجی نیاز دارند. اسدالله خالد تاکید میکند که افغانستان و امریکا دشمن مشترک دارند و حضور نظامیان خارجی برای نابودی گروه تروریستی در افغانستان یک نیاز است. او افزود ما روابط خیلی خوبی با هم داریم، زیرا با دشمن مشترک روبرو هستیم. نظامیان افغان و امریکایی همکنون بهتر از هر وقت دیگر در هماهنگی با یکدیگر قرار دارند. بیش از 90% عملیات ها همکنون به گونه مستقل توسط افغان ها انجام می شود و نظامیان خارجی تنها از نیروهای افغان حمایت هوایی می کنند. این سخن در حال بیان می شود که نبرد ها هنوز در بخش های مختلف کشور ادامه دارد. مقام های امنیتی می گویند که در روزهای اخیر بر اثر عملیات های ارتش تلفات سنگین بر طالبان و دیگر گروه های تروریستی وارد شده است. ارگ ریاست جمهوری، انتخابات ریاست جمهوری به هر قیمتی که تمام شود برگزار می گردد. رئیس جمهور غنی اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری بدون در نظر داشت دو انفجار دیروز که جان بیش از 40 نفر را گرفت برگزار خواهد شد. با گزارش اسپوتنیک، ارگ ریاست جمهوری افغانستان تای خبرنامه می گوید طالبان به سلسله جنایات ضد بشریشان در دو حمله جداگانه تروریستی، نخست در نزدیکی مرکز تربیوی حوزه اول پلیس در شهر چارکار مرکز ولایت پروان و دومی در درب ورودی پیجنتون وزارت دفاع ملی واقع در ناحیه ششم شهر کابل ده ها تن از هموطنان ما را شهید و ده ها تن دیگر را زخمی کردند. رئیس جمهور اشرف غنی ضمن محکوم کردن شدید این حمله های وحشیانه تروریستی گفت که مردم افغانستان به خصوص مردم شجاع ولایت پروان همواره در دفاع از آزادی، ارزش های مردم سالاری و نظام جمهوری ما دلیرانه استادگی کردند و هرگز برای دشمن اجازه نخواهند داد تا به اهداف شومشان برسند.
رئیس جمهور گفت تشدید حمله های تروریستی و تاکید طالبان بر کشتار مردم افغانستان سبب ناکامی گفتگوهای طالبان با امریکا شد. طالبان با ادامه جنایاتشان یک بار دیگر ثابت ساختند که به برقراری صلح و ثبات در افغانستان اراده و دلگرمی ندارند و تمامی حرکاتشان جز فریب و نیرنگ چیز دیگری نبوده است. رئیس جمهور غنی ادامه داد طالبان دشمن اصلی نظام جمهوری ماست که با انجام چنین اعمال بزدلانه ایشان هرگز به هدف خیش نمی رسند. انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود و نیروهای امنیتی کشور متعهد هستند که زمینه را برای تأمین امنیت مردم فراهم سازند تا در فضای آزاد با رفتن و پشت صندوقهای رایدهی سرنوشت سیاسی خیش را رقم بزنند. رئیس جمهور افغانستان مراتب تسلیت و همدردی عمیقش را با خانواده های شهدا ابراز نموده برای مشروعین از درگاه ایستاد متعال صدمندی کامل تمنا دارد. شایان ذکر است که در نتیجه حمله انتحاری دیروز در نزدیکی محل برگزاری کامپاین انتخاباتی رئیس جمهور غنی در ولایت پروان 26 تن کشته و 42 تن دیگر زخم برداشتند. واکنش سفیر امریکا در پیوند به تخریب پایه‌های لین برق وارداتی کابل. سفیر امریکا در کابل تخریب پایه‌های لین برق وارداتی کابل و 11 ولایت دیگر افغانستان توسط طالبان را محکوم کرد. با گزارش اسپوتنیک به نقل از آریانا نیوز، جان باس سفیر امریکا در کابل در یک پیام تویتری حملات گروه طالبان بر تخریب پایه‌های لین برق وارداتی کابل و 11 ولایت دیگر که باعث ایجاد مشکلات در درمانگاه‌ها، مکتب‌ها و دیگر جاهای عمومی شده را محکوم کرد. سفیر امریکا در کابل در پیامش در این باره افزود 200 گفته چون نیم کردار نیست. یادآوری میکنیم که جنگجویان گروه تروریستی طالبان چند روز است که پایه های لین برق وارداتی به کابل و 11 ولایت دیگر افغانستان را تخریب کرده است و مخصوصا شهروندان کابل در 24 ساعت یک ساعت برق هم ندارند و این سبب مشکلات فراوانی در شهر کابل شده است. پیشبینی آغاز جنگ داخلی جدید در افغانستان. رئیس پیشین سازمان استخباراتی ایالات متحده آمریکا معتقد است که خروج قوای آمریکایی از افغانستان سبب آغاز جنگ داخلی جدید در این کشور خواهد شد. با گزارش سپوتنیک، دیوید پتریوس، رئیس پیشین سازمان استخبارات ایالات متحده آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی هل تیوی گفت که پس از خروج قوای آمریکایی از افغانستان، طالبان می توانند جنگ داخلی جدید را در این کشور دامن بزنند. دیوید پتریوس: من در مورد عملکرد طالبان پس از خروج قوای ما از افغانستان شک و تردید جدی دارم. پس از ترک افغانستان این کشور چگونه اداره خواهد شد و آیا افغانستان گرفتار جنگ داخلی دیگر نخواهد شد؟ من در همه این مورد تردید دارم. با گفته وی، افغانستان قبل از این هم شاهد همچی یک وضعیت بود. خروج نیروهای شوروی از افغانستان در سال 1989 سبب فروپاشی رژیم طرفدار اتحاد جماهیر شوروی در این کشور و آغاز درگیری بین گروه‌های اپوزیسیون یا جنگ داخلی گردید. آقای پتروس افزود این دوره تاریک در تاریخ افغانستان بود. کابل به ویرانه تبدیل شده بود و من معتقد هستم که در صورت خروج قوای ما از افغانستان شما شاهد بازگشت همچی وضعیت خواهد بود. یادآوری میکنیم روز دوشنبه 9 سپتامبر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به حمله طالبان در شهر کابل که در نتیجه آن 12 تن به شمول یک سرباز آمریکایی کشته شدند اعلام کرد که مذاکرات با گروه طالبان در خصوص روند صلح افغانستان مرده است. دوستان عزیز، ما منتظر انتقادات و پیشنهادات سالم شما جهت بهتر شدن محتویات بعدی این کانال میباشیم. این بود ویدیو امروزی. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگار همه ایتون.